دوستان خوب برای پرسش پاسخ صد سوال مکرر که در زمان آخر پرسیده میشه خوش آمدید که باغستانی هستم روز سوال پنج رو با هم نگاه میکنیم از کجا بدانیم که بازگشت ثانوی عیسی مسیح سی روز به طول انجام خواهد کشید ابتدا به با هم صحبت کنیم راجع به موضوع که مصیبت کتاب مکاشفه درباره آن صحبت میکنه سه سال یا 1260 روز که معادل 42 ماه هستش به طول انجام خواهد کشید چند تا آیه هستن در فصل مختلف کتاب مکاشفه که این موضوع رو بیشتر برای ما باز میکنن مثلا کتاب مکاشفه باب یازایی آیه 3 میگوید من دو شاهد خود را معمور خواهم ساخت که پلاس در بر 1260 روز نبوت کنند عیسی مسیح اینجا داره صحبت میکنه در باب 12 آیه 6 میفرماید زن به بیابان به جایی که خدا برای او مهیا کرده به گریخ تا در آنجا از او به مدت 1260 روز نگهداری کنند و اگر به باب 11 آیه 2 نگاه بکنیم دوباره میبینیم که میگوید ولی تو را با سحن بیرونی کار نباشد و آن را اندازه مگیر زیرا که آن به کافران و گذار شده است اینان شهر مقدس را چهل و ماه لگد خواهند کرد کتاب مکاشه باب 13 آیه پنج میفهمد به وحش که همون دجال باشه در واقع دهانی داده شد تا سخنان نخوتبار یا و کفرامیز بگوید و اجازه یافت تا اقتدار خود را 42 ماه به کار برد نگاه میکنیم به کتاب دانیال فصل دوازای دو که با میگوید که با وجودی که مصیبت 1260 روز به طول انجام میکشه رجاسات ویرانی برای 1290 روز نصب میشه به باید دیگه مصیبت مقدسی نسبت به زمانی که ضد مسیر بر زمین است سی روز کمتر طول میکشه پس سوال بعدی اینجاست که چرا سی روز اضافه است اینجا مطابق اول قرنتیان باب 15 آیه 52 که پولس رسول برای ما توضیح میده میبینیم که عیسی در آخرین شیپور که هفتمین شیپور مکاشفه باب 11 آیه 5 15 هستش خواهد آمد هنگامی که ایمانداران طی آن سی روز روز اضافه با عیسی هستند هفت جام غضب ادامه خواهد داشت خداوند کلام خودش رو برکت بده شما رو به دستای خدای زنده میسپارم تا فرصت بعد